یا چطور این بچه اومد اپلیزم و بالاخره نسخه 1.20 ماینکرافت عرضه شد. بعد از کلی انتظار امروز بالاخره میتونیم بریم توی ماینکرافت 1.20 و ببینیم بعد از این همه مدت بازی چه تغییراتی کرده. پس بدون معطلی لتس گو. اول از هر چیزی منوی اصلی بازی تغییر کرده که خیلی خوشگل تر شده، به نسبت خیلی قشنگ شده. ماینکرافت یه عادتی که داره هر نسخه جدیدی که عرضه میکنه اینجا رو به نسبت اون آپدیت تغییر میده و الان که اینطوری شده خب 100% یعنی درختای صورتی به بازی اضافه شده. و او بچه اینم بهتون بگم نسخه 1.20 تقریبا نیم ساعت پیش یه ساعت پیش اومده و هنوز نه آپتیفاین داره نه فورج داره و نه حتی میشه روش شیدر زد. به این خاطر ما خام قراره که بازی جلو ببریم، پس بریم تو کارش. خب بچه ورد ما بالاخره ساخته شد. اول از همه اینو بگم بازی اصلا و ابدا اپتیمایز نیست، اصلا، یعنی اصلا ماینکرافت باید آپدیت بده، یعنی اوضاع بازی خرابه، اصلا اپتیمایز نیست. ببین من الان بدون شیدر چرا باید لگ داشته باشم؟ چرا واقعا؟ و همونطور هم که میبینید من الان چانکم روی 8-12، اصلا نباید من این مشکل رو داشته باشم، اصلا درک نمی کنم. ولی خب همونطور که میبینید یه لگی بازی داره، حالا خیلی هم مهم نیست، به قطع هم توی آپدیت های بعدی درست میشه. ولی خب همین مورد بازی رو یکم سخت میکنه برای کسایی که الان خیلی زود بخوام برن ماینکرافت 1.20 رو بازی بکنن و بخوام توش سروایو بکنن. حتی چون بازی میشه گفت اصلا اپتیمایز نیست. این منویی که اینجا داشتیم تغییر نکرده، توی بخش آرمور تغییر خاصی نداریم، توی بخش تولز هم همینطور. قایق با چوب صورتی اضافه شده به خاطر اون اقلیم صورتیه. براش به بازی اضافه شده که حتما باید تستش کنیم. دیسک جدید به بازی اضافه شده، حتما باید گوشش بدیم و دیگه. و توی بخش غذا تغییر خاصی نداریم، ولی تغییر اصلی و اساسی بازی توی این بخشه، توی بخش اورهاس. ما اینجا کلی چیز جدید داریم که اصلا ایده ای راجبشون ندارم، ولی خب کاربردشون رو میدونم. اینها چیزهایی هستن که میشه باهاشون آرمور رو کاستوم کرد. باورتون میشه؟ خیلی خفنن اینا که خیلی هم راجبشون قراره امروز حرف بزنیم. ولی خب از اونا که بگذریم دیگه هیچ چیز دیگه اینجا اضافه نشده. ولی توی بخش ماب‌ها یه سری تغییرات خوب داریم. اسنیفر به بازی اضافه شده که حتما میریم از نزدیک میبینیمش. و توی بخش بلاک و این چیزا هم که نایس اینجا رو هستم. تمام اینایی که میبینید تازه به بازی اضافه شدن. و خب اینورم یه سری ساین جدید به بازی اضافه شدن. من خیلی سریع و گذرا اینا رو بهتون گفتم. اینم جدیده، این سنسور هم جدیده که حالا بهش میرسیم جلوتر. من خیلی سریع این آیتم هایی که به بازی اضافه شده رو بهتون گفتم. ولی خب الان وقت اینه که بریم اون اقلیم جدیدی که به بازی اضافه شده رو ببینیم. و خب بچه های توی خونه، اینم از اقلیم جدیدی که به بازی اضافه شده. اینها اگر اشتباه نکنم درخت گیلاسن و خیلی خوشگلن. و اگر دقت کنید ماینکرافت بالاخره اومده و سیستم درختاشو منطقی کرده. این درخت قدیمی ماینکرافت که اینطوری رشد میکرد یا اینا اینطوری، ولی خب درختای جدید کاملا دارن منطقی رشد میکنن و شاخه دارن. حالا اینا مثلا شاخه هاشه، اینا که اینطوری میبینید شاخه های این درخته که نایس واقعا خیلی خوشگله. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت اینه که به این دیسک جدید گوش کنیم و ببینیم که چی میگه بهمون. یه جاک باکس میاریم و این دیسک رو میکنیم توش. و من صدای خب موزیکم رو بستم، بازش میکنم. نایس واقعا موزیک خوبیه، فقط یک مقدار گوش خراشه. از اون موزیک هاست که باید از دور گوشش کرده، خیلی دوره، خیلی خیلی دور باید بشی، مثلا اینقدر از این فاصله موزیک جذابی به نظر میاد. ولی خب اینم اون درخت جدید است که به بازی اضافه شده. به علاوه این دوتا رو باید تست کنیم. اینم که اسنیفر اگ که حالا فعلا باهاش کاری نداریم. اینم جدیده، من یه بومل میارم با
و خب بون میل که رو این کار نمیکنه. این پس قطعه به یقین یک گله. این تورچ فلاور ها هم که 100% باید اینجاها کار کنن که کار نمیکنه. خب What the hell کی به کیه اصلا معلوم نیست. تا اینجای کار دو تا چیز نامشخص داریم، یکیش تورچ فلاوره، یکیش هم این پیت چیره چیه این اسمش؟ پیت یا پایت چیر؟ این دوتا فعلا واسه ما مجهولن، ولی خب به زودی جوابش رو پیدا میکنیم. بچه ها اگه نوبتی هم باشه، نوبت اسنیفره که اسپانش کنیم و واقعا ببینیم این موجود چجوری هست. تخم اسنیفر که اینه و من دقیق نمیدونم که چه مابای دیگه ای هم به بازی اضافه شدن، ولی اسنیفر واقعا موجود با ابهتیه، واقعا یه موجود بزرگ و غول پیکر و اصلا افسانه ایه. واقعا همین، فقط من باید صدا موزیک بازی رو قطع کنم. میگفتم واقعا یه موجود افسانه ای و خوشگله که آدم هم توی ماینکرافت سوروایو هم توی سرور هر جا که بخواد پلی بده دوست داره یه دونه اسنیفر داشته باشه، ولی به شرط اینکه اسنیفر رو با تناب بشه کنترلش کرد که میشه. نایس. دقیق نمیدونم اسنیفر چی میخوره یا چه کارهایی میتونه واسمون انجام بده، ولی خب در کل چیز خوشگلیه. و یه موضوع دیگه ای هم که هست، توی این آپدیت به بازی شطور اضافه شده. چی کار داری میکنی ملعون؟ میگفتم توی این آپدیت به بازی شطور اضافه شده و همونطور که میبینید نایس، تکسترش هم حتی تغییر دادن. تکستر ابتدایی شطور این نبود و الان خیلی خوشگلتر شده. اینم بچه شطور. بذارید بچه اسنیفر هم ببینیم چه شکلیه. اینم بچه اسنیفر. نایس. بچه اسنیفر خودش به تنهایی اندازه شطوره دیگه، چه برسه خود اسنیفر. و اینم از شطور بازی ما که اینطوری میشینه روی زمین و از شطور سواری هم میشه گرفت. ولی خب بذارید من یه سدل بیارم ببینم از اسنیفر هم میشه سواری گرفت یا نه. که نمیشه، خب به غایت نمیشه. سدل کلا روی این موجود نمیشینه، چجوری میخوای سوارشی؟ خب بچه، مورد بعدی که توی آپدیت 1.20 به ماینکرافت اضافه شده آرمور تریمه که باش میتونید آرمور هاتون رو خیلی خفنتر بکنید. فقط کافیه که من بنویسم آرمور و یه ست دایموندی اول کار بردارم و بعدش از این بخش پایینی آرمور تریم مد نظرم رو پیدا کنم. اینو در نظر داشته باشید که آرمور تریم ها رو از جاهای مختلف میتونید به دست بیارید. بعضن توی استرانگ هولد، بعضن توی دیزرت تمپل، بعضن توی حتی اند و جاهای مختلف. و آرمور تریم ها اینطوری به دست میاد. ولی خب اونجایی که ما کریتیویم چند تا آرمور تریم رندوم برمیداریم علاوه یه سری اینگات که خب نیاز داریم. و خب بچه، بعدش نوبت ادغام اینا میرسه. تمپلیت رو میذارم اینجا، کلاه هم رو میذارم اینجا و بعدش باید انتخاب بکنم که با چه متریالی میخوام ترکیبش کنم. دقت کنید گلد بذارید برای مثلا زرد میشه، یا از اون ور ردستون بذارید قرمز میشه، یا آهن هم من داشتم آهن بذارید سفید میشه. یه سری حق انتخابا بهتون میده که میتونید کریستال بذارید یا اینگات که خیلی چیزای متنوعی میتونید توش بذارید. امرالد میشه، یه سری اورای خاص میشه، کلا خیلی چیزا رو میتونید شما توی این مرحله استفاده بکنید. حالا من ردستونو میذارم ولی تمپلیتمو برمیدارم یه تمپلیت دیگه میندازم جاش. ببینید خطای قرمزش فرق کرد، یا یه تمپلیت دیگه. اینم اینطوری و اینم که تمپلیت نیست در کل و اینم یه تمپلیت دیگه که به این شکل کار در میاد. ولی خب من خیلی سری میام این بخش تا ببینم چه چیزایی رو میتونیم ادغام بکنیم. 100% امرالد رو برمیدارم، امرالد میشه. نیدر کوارتز رو برمیدارم، احتمالاً باید بشه. و دیگه چیزی این ته کار باقی نمیمونه. و همینا بریم کارمون رو انجام بدیم. تمپلیت اولو میندازم، این بار چست پلیت رو میندازم و کوارتز. نایس، واقعا با کوارتز خیلی کار خوشگل در اومد، سفید خوشگل. با اینو کریستال هم بنفش در میاد و خیلی خوشگله. با امرالد هم که اصلا حرف نداره. ولی خب من کل ستم و ست ندرایتیمو میخوام با همین استایل بنفش کار بکنم. شلوارش خیلی زیاد بنفش نمیشه با این تریم. یه تریم دیگه برمیدارم، همین خوبه. و کفش عالی شد کفشمون. و در نهایت کلاه ندرایتی من کجاست؟
رو سرمه که نیست. من مجبورم یه هلمت خیلی سریع بردارم و هلمتم رو هم با همین روش یه تریم خیلی خفن بندازم روش و بریم این ستو بپوشیم. نایس نایس، واقعا واقعا نایس، خیلی خوشگل شد. خیلی حرکت های خفنی میشه توی این حالت زد که حالا من خیلی ناشیانه دوتا چیز رو با هم ترکیب کردم، نتیجه شد این. ولی خب اینو مطمئنم که یه سری ترکیبات خیلی خفن و خاص داره که بشه باهاش آرمورای گاد ساخت، اینو مطمئنم. ولی خب برای استارت کار چیز جالبی در اومد، نظرتون چیه؟ تو کامنت ها بنویسید. و در کل میتونم بگم این یکی از بهترین و بزرگترین تغییرات ماینکرافت 1.20 بود که من خیلی باش حال کردم و آپدیت 1.20 ماینکرافت واقعا منو به این بازی دلگرم کرد. واقعا این بازی به این ورژن نیاز داشت. بابا یه سال از 1.19 گذشت دیگه، آپدیتی میخواست بازی. و خب آپدیت خوبی هم به بازی اضافه کردن که من خودم به شخصه تا اینجای کارشو دوست داشتم، ولی خب یه سری چیزاش هنوز برای من مجهوله، مثل اون سفالگری و این قضايا. ولی خب مهم نیست. خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو دیدید، حتما حتما ویدیو رو لایک کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.